به تازگی تحقیقی جامع درباره آمار زباله‌گردی در ایران منتشر شده است که حاشیه سود زباله‌گردی را شفاف‌تر نشان می‌دهد. طبق پژوهشی که از سوی انجمن حمایت از حقوق کودکان منتشر شده، سهم شهرداری تهران از گردش مالی 2 تا 3 هزار میلیارد تومانی زباله حدود 200 میلیارد تومان است. همچنین برآورد می‌شود پیمانکاران حدود 1 تا 1.5 برابر این میزان سود می‌برند. گروه بعدی که از زباله‌گردی سود می‌برد، صاحبکاران هستند. در حلقه آخر نیز کودکان قرار دارند. طبق سازوکاری که همکنون وجود دارد، پیمانکاران تنها بخشی از کارگران را بیمه می کنند. آنها با کارگران غیرقانونی ادغام شده و در مراکز دولتی و غیر دولتی اسکان داده می شوند. برآورد شده است که ارزش کل زباله های خشک در سال 97 2640 میلیارد تومان بوده است. همچنین ارزش تقریبی زباله های جمع‌آوری شده در بخش رسمی حدود 400 میلیارد تومان و در بخش غیر رسمی 2240 میلیارد تومان است. حدود 10% از زباله ها با بانت جمع‌آوری می شوند و متوسط درآمد زباله گردهای چرخی در کتفی نیز حدود 19.3 میلیون تومان است. بنابر این پژوهش متوسط درآمد ماهیانه آنها 6.1 میلیون تومان تخمین زده شده است. سهم عوامل مختلف از ارزش زباله ها با کسر سهم جمع‌آوری شده رسمی به این ترتیب است: 8.9% برای شهرداری، پیمانکاران 21%، ارباب یا صاحبکار 54.5%، زباله‌گرد 15.6%، وانتی 6.2%، چرخی 7% و کودکان تنها 2.4% است. این در حالی است که سهم کودکان در میزان زباله‌گردی 1/3 جمعیت زباله‌گردان است. تعداد زیادی از کودکان و خانواده‌های ایرانی در تهران در حال وارد شدن به چرخه جمع‌آوری زباله‌ها هستند. این موضوع به دلیل مشکل اشتغال و در دسترس بودن زباله اتفاق افتاده است. اما آمارها چه میگویند؟ طبق این پژوهش 89% زباله‌گردان مهاجران غیرقانونی اند و در مجموع 14000 زباله‌گرد غیر رسمی در کشور وجود دارد. بیشتر این افراد توانستند غیرقانونی وارد مرزهای ایران شوند و مالیاتی نیز پرداخت نمی‌کنند. همچنین اغلب این افراد بی سواد یا در سطح پایین سواد هستند و کودکان زباله‌گرد در ایران 1 سرپرست درجه 1 دارند. زباله‌گردان 15 تا 17 سال حدود 30% از این کودکان را تشکیل می‌دهند و آمار بین افراد 11 تا 12 سال نیز 23% است. کودکان مهاجر زباله‌گرد هر سال به افغانستان می‌روند و گردش مالی رد شدن آنها از مرز حتی به 1/4 درآمد شهرداری نیز می‌رسد.